سلام، من مستشارم و خیلی خوش اومدم به این ویدیو. توی ویدیو قرار راجع به اتوکلیکر بلوم صحبت کنیم و تهش یه نکاتی رو بهتون میگم که تقریبا کمتر ربات شناخته بشید. خب همین اول بگم توی این ویدیو دو تا اپو بهتون معرفی میکنم، هر دوتاش ویندوزن. اگه واسه اندروید اومدین وقتتون رو نمیگیرم، این ویدیو واسه کلا واسه ویندوزه. یه نسخه اندرویدش هم هست، توی بندی کانال روسی دیدم، پولی بود، $10 بود، ولی اگه رایگانشو پیدا کنم حتما اونم براتون میذارم که فکر میکنم رایگانش هم باشه. ببینید چند نوع اتوکلیکر رایگان هم هست واسه بلوم، ولی اتوکلیکر نیست، یه جور ترفنده. حالا اگه خواستین تو ویدیوهای بعدی اونم بهتون میگن، ولی این ویدیو صرفا واسه ویندوزه. خب ببینید، من اینجا بلوم رو بازش میکنم، خیلی فرقی نمیکنه با تلگرام خود ویندوز بازش کنین یا با شبیه ساز باز کنین، شبیه ساز اندروید. من از LD پلیر استفاده میکنم، بهتونم پیشنهاد میکنم چون از همه سبک‌تره. ما اینجا بلوم رو بازش میکنیم، دو تا اپ داریم اینجا، هر دو تا رو براتون تو کانال تلگرام میذارم، آدرسش هم که اینجا هست، مستشارم، هم بلوم هم بلوم پرو، که بهتون میگم این چه فرقی میکنه. این بلوم پرو، خودم استش گذاشتم بلوم پرو چون واقعا پرو، یعنی یکم حرفه‌ای تره. اول با برنامه اصلی اولیه کار میکنیم، برنامه خیلی آسون تریه. ببینید ما اینجا اینو میبندیم، کوچیکش میکنیم، اینجا 5 تا تیکت داریم، درسته؟ این بلوم رو بازش میکنیم. معمولا سعی کنید ران از ادمنستریتور بزنید، اینجوری شاید من اشتباه تلفظش میکنم، ولی خب ببینید این نسخه باز شد، کاملا فارسی، یعنی ایرانی ساختش، به اسم محمد صادق کریمی برنامه‌نویسش بوده که گیتارش هم چکم حتی از اونجا داشتم. خلاصه اینجا یه تایم داره، شما مثلا میگید خب هر تیکت 30 ثانیه است دیگه، شما مثلا میگید من 30 ثانیه میخوام اینو بزنه، میتونید بگید 25 ثانیه بزنه برای اینکه اولش رو نزنه، یکم آخرش هم نزنه. جوتر بهتون میگم که چه ترفندایی استفاده کنید که کمتر ربات شناخته بشین. اینجا شما پلیو میزنید، بلوم شروع میشه، شما اینجا استارت رو که بزنید میبینید بعضی وقتا خیلی کم میزنه، میدونی الان همه رو نمیزنه دیگه، علاوه بر اینکه همه رو نمیزنه خیلی هم کم داره میزنه، یعنی اگه شما 30 ثانیه باشید احتمالاً شاید 100 تا هم نزنه از 220 پوینتی که وجود داره. بدی این برنامه اولی همینه، شانسیه، بعضی وقتا بازش میکنی میزنه، بعضی وقتا باز میکنی نمیزنه. یه معایب دیگه هم که داره، AIB دیگه هم که داره، اینه که کلن رو هر چیزی که سبز باشه رو صفحتون کلیک میکنه. این زیر هست که بعضی وقتا سهامای مثلا اپل، سهام مایکروسافت، این شرکت ها میاد سبز میشه تو سوده، سبزش رو اونم کلیک میکنه، براش مهم نیست، هر چیزی که سبز باشه روی دسکتاپتون روش کلیک میکنه. پس اگه اینجا یه اپی هم دارین که سبزه، یا برش دارین از روی تسکبارتون، یا اینکه اینجا گزینه تسکبار ستینگ رو بزنید، حالا اگه ویندوز 11 این که اینجا بیاین other system نشتاکن، این پایین رو بزنید، behaviors تسکبار behaviors، اینجا automatically hide تسکبار رو بزنید، ببینید محو میشه، موس رو که میارید روش برمیگرده. حالا من نمیخوام چون چیز سبزی پایین ندارم، سبز گوگل کروم رو حساب نمیکنه، سبزای کم رنگ تر، سبزی که به همین بلوم بخوره. دیدید چی شد؟ خیلی کم زد. مثلا شما تایم بعضی وقتا کار میکنه، این بعضی وقتا کار میکنه، یعنی بعضی وقتا همه رو میزنه. و یه فرقی که داره، این بمبا رو میزنه یه کمی طبیعی تره، برنامه دوم بمبا رو به هیچ وجه نمیزنه. من تا الان ندیدم حتی یه دونه بمب بزنه، که این خوب نیست. شاید فکر کنید این خوبه بمب بزنه امتیاز بیشتر براتون بگیره. اصلا پیشنهاد نمیکنم همه امتیازشو بگیرید. کلا تقریبا 220 230 بعضی وقتا هم 240 تا پوینت میده. اگه شما بخواید همه رو بگیرین، خب واقعا سخته با دست بخوای همه رو بگیری دیگه. پس ممکنه بلوم اینجوری برنامه‌ریزی شده باشه که اگه مثلا 240 تا تیکت و مثلا خیلی همش 240 تا 230 تا پشت سر هم گرفت، احتمالاً این از دست استفاده نمی‌کنه دیگه، داره از یه برنامه استفاده می‌کنه. پس حواستون به این نکته باشه، حالا همه این نکته رو ته ویدیو بهتون میگم، همینجا هم جلو جلو که ببینین بهتون میگم. پس این از این، میتونید 25 ثانیه‌اش کنین، پلی که زدین یه کمی صبر کنین چند تاشون بره برای که طبیعی تر باشه، بعد الان بزنیم. خب دوباره آخر سر اگه مثلا 25 ثانیه گذاشتین آخر سر، احتمالاً 2 ثانیه آخر هم بازم کلیک نمی‌کنه. میتونین برای که خیلی طبیعی تر باشه 5 ثانیه یا 10 ثانیه اش کنین،
و هر 5 ثانیه که قطع شد دوره بین استارت بزنید. اینجوری هی 5 ثانیه 5 ثانیه می‌زنید و بین هر 5 ثانیه یه چند تا بلوم از دست میده. زمانایی رو میگم که همه رو می‌زنه. الان که می‌بینید کلا همه رو نمی‌زنه. بعضی وقتا این اپ اینجوری، این اپ اول، اپ دوم خیلی بهتره. اپ اول همین بود، تموم شد. استارت می‌زنید، یه استاپ می‌زنید، بروکر رفتیم. همین نسخه رایگانش هم هست. بعضی‌ها دیدم توی چنل‌ها اینو می‌فروشن، نمی‌دونم واقعا وقتی خود برنامه‌نویسش رایگان ساختتش نمی‌دونم چرا پول می‌فروشنش بعضی‌ها. بریم سراغ برنامه دوم که خیلی خفن‌تره. بلوم پرو. اینم ران از ادمنستریتور می‌زنید. امیدوارم اشتباه تلفظش نکنم. خب. ببینید این توی سی ام دی باز میشه براتون. یکم این یکم پیچیده که نیست، یکم فقط چند تا گزینه است باید اینو بدونید. ببینید نوشته 90 تا 110 تا بلوم میزنه، 2 140 تا 160 تا میزنه، 3 190 تا 211 تا میزنه و گزینه 4 همه رو میزنه. خب حالا شما میخواین چند تا بزنه؟ به نظر من گزینه 3 خوبه، بعضی وقتا هم رو گزینه 2 بذارنش، تغییرش بدین، همیشه یه دونه نذارید. گزینه 4 که همه رو میزنه، اصلا پیشنهاد نمیکنم گزینه 4 رو بزنید. من این دفعه گزینه 3 رو میزنم. حالا چه جوری باید انجامش بدیم؟ همینجا شما یه 3 تایپ کنید، اینتر رو بزنید. خب اینجا حالا انجام شد. اینجا بهتون میگه اینا میبینید که یه چنل فارسی اومده تغییر داده کدشو، آدرس خودش گذاشته. من اینو اولین بار دیدم، چنل روسی ساخته بودش، حالا چنل های ایرانی اومدن سورس کدش تغییر دادن، یه آیدی خودشونو گذاشتن. مهم نیست. Does the bot continue game automatically؟ میگه میخوای بازی برات اتوماتیک بقیه تیکتا رو هم بزنه؟ مثلا شما اولی رو که استارت میکنید دیگه 2 رو میزنه، خودش 3 رو میزنه، لازم نیست دوباره بیاد پلی بزنید اینجا. اینم بعضی وقتا کار میکنه، بعضی وقتا کار نمیکنه. نمیدونم چی میگن، با چه منطقی بعضی وقتا کار میکنه، با چه منطقی کار نمیکنه، ولی اینم شانسیه. حالا میگه اگه میخوای کار کنه اتومات همه رو بزنه، 1 رو بزن، اگه نمیخوای 9 0 رو بزن، همون داستان 0 و 1. من 1 رو میزنم، اینتر میکنم. خب اینجا چی میگه؟ میگه این گزینه، من نمیدونم این روی کیبورد چی بهش میگن، کالم اینو میگن، فکر نمیدونم دقیقاً چی بهش میگن، اینو که بزنید خودش شروع میکنه. حالا من عکس میگیرم از روی کیبوردم، گوشیم اینجا نیست فیلم بگیرم براتون، عکس میگیرم از روی کیبوردم، دکمه بالای تب رو که بزنید خودش شروع میکنه به صورت اتومات. ببینید من اینجا بذارمش، اینم یکم جابجا کنیم اینجا، اینو که میزنم خودش شروع میکنه دیگه. و این گذاشتمش روی گزینه 390 تا 211 تا، معمولا 220 هم میزنه. حالا این دیگه همه رو میزنه، بمبا رو نمیزنه، یخا رو نمیزنه. یه بدی هم که دارن اینه که یخا رو نمیزنن. به نظر من ممکنه در نهایت بلوم یه جوری برنامه‌ریزی بشه که اونایی که یخا رو نزدن و تونستن امتیازهای زیادی بگیرن و حالا ربات شناسایی کنه و هر اتفاقی بیفته. خیلی ها میگن بلوم قوی، احتمال داره خیلی زیاد اینا رو شناسایی کنه، کسایی که از اتوکلیکر استفاده میکنن، ولی این ویدیو صرفا آموزشه، هیچ پیشنهادی نمیکنم. ببینید گزینه 3 چند بود؟ از 190 تا 211 بود. الان دقیقاً 190 تا زد. حالا چی میشه؟ دیدی دوباره شروع نکرد. بعضی وقتا خودش دوباره پلی میزنه، دوباره شروع میکنه. ولی شما این بار قرار چیکار کنین برای اینکه بقیه بزنه؟ فقط یه پلی میکنین اینجا. برگشت. آها خودش شروع کرد. خودش دوباره شروع میکنه. همین کل ویدیو همین. حالا من پیشنهاد نمیکنم اصلا از تلگرام ویندوز استفاده کنین. الان بهتون میگم چیکار کنین. چرا؟ چون واقعا سخته با شما با ببینید که تلگرام ویندوز اینجوریه که شما با موس باید دونه دونه خودتون بیاین بگیرید. مگه اینکه حالا لپتاپایی که لمسی باشن که خیلی کم پیش میاد. خیلی لپتاپای کمی هستن که لمسی ان و خب تو نمیای بلوم بزنی با لپتاپ، سعی می‌کنی با گوشیت بزنی. پیشنهاد نمی‌کنم اصلا با نسخه ویندوز و تلگرام بیاین اینو بزنین. پس چیکار کنیم؟ اون شبیه ساز بزنید. LD پلیر من پیشنهاد میکنم. حالا اگه ناکس دارین، اگه بلو استکس دارین، هر چیزی دارین خیلی فرقی نمیکنه. من یه بار دیگه هم میزنم تا صحبت کنیم اینو. روی شبیه سازتون بیاین، تلگرامتون رو بندازین، اونجا بلوم رو اجرا کنین، میذارینش روش، اونجا هم بلوم میزنه، یعنی فرقی نمیکنه. این در نهایت اون صفحه بلوم رو شناسایی میکنه و روشون کلیک میکنه. حالا نمیدونم چرا این بار نزد شروع کرد، یکم تاخیر داره، شاید به خاطر اینترنت من، دقیقاً نمیدونم، ولی خب کمی طول میکشه اتفاقا به خاطر اینترنت من، چون هیچ وقت اینجوری نبوده. بگذاریم از این، برگردیم اینو، اینا ببندیم و بریم توی LD پلیر. بهتون میگم چی کار کنید.
معمولاً هم سعی کنین همیشه با یه آی پی برین. نمیگم با یه آی پی آی پی ثابت سخته، باید وی پی آی پی ثابت بخرین، ولی حداقل سعی کنین از آی پی یک کشور استفاده کنین. اگه با آلمان میرید سعی کنین همیشه با آلمان برید، اینجوری به نظرم خیلی بهتره. خب یه نکته ای که اصلا خودم تستش نکردم، الان که تست کردم اوکی نیست، این بلوم پروه که دیدید همه رو میزنه روی تلگرام دسکتاپ، فقط واسه این فریم طراحی شده، یعنی فقط ساخته شده که این فریم رو بشناسه، این بلوم خود تلگرام ویندوز رو بشناسه. روی شبیه‌ساز رو تست کنید نمیشه، من روی ال دی پلیر که تست میکنم نمیشه، احتمالاً میگم که فقط طراحی شده که این فریم رو بشناسه، یعنی همین این مستطیل. خب پس این سراغ بلوم اولیه که خیلی آسون تر کار باهاش، ولی خب حرفه‌ای نیست دیگه. خب ببینید، ما یه صفر دونه بلوم داریم، اکانتو تازه بازش کردم، یعنی همین الان بازش کردم، دیروز بازش کردم. خب اینجا 30 ثانیه رو میزنیم، بعضی وقتا این ارور رو میده به خاطر اینترنت معمولا. خب 30 ثانیه میزنیم، اینجا پلی میدیم، این برنامه اولیه کار میکنه به این خاطر که صرفا طراحی شده که سبز رو بزنه دیگه، براش مهم نیست چی باشه. اینجا چون سبزه میزنه دیگه براش فرقی نداره، این شبیه سازه یا تلگرام اندروید یا دسکتاپ هیچ فرقی نمیکنه. پلی میزنیم و اینجا استارت رو میزنیم همزمان باش. الان یکم بهتر شد، میبینید بعضی وقتا کمتر میزنه، بعضی وقتا بیشتر میزنه، به سرعت سیستمتون هم بستگی داره. من الان دفعه قبلی چون خیلی کمتر زد، به این خاطر بود که سیستمم، چون لپتاپ جدید اکثرا وقتی توی برق نیستن خیلی سرعتشون، یعنی بازدهیشون خیلی پایین میاد، به این خاطر الان زدنش توی برق یکم سرعتش بهتر شد، بیشتر زد. میبینید که دفعه قبلی فکر کنم 80 دونه زد کلا، الان 100 تقریبا 45 تا زد. خب 149 تا زد. میگم که اگه سیستمتون تو شرایط بهتری باشه بیشتر میزنه، ولی بعضی وقتا هم نه، به سرعت سیستم نیست کلا، بعضی وقتا اوکی نیست، خیلی کار نمیکنه، خیلی سرعتش خوب نیست. اینم از این. یه نکته هم بهتون بگم، اگه اون بلوم کلیکر بلوم رو پیدا کردم که نسخه اندروید شه، پیشنهاد میکنم اگه اکانت های زیادی دارین، حالا بعضی هستن مولتی میزنن دیگه، هم داگز و هم نات کوین و بعضی هستن با چند تا اکانت میزنن، اگه اکانت های زیادی دارین پیشنهاد میکنم که اون نسخه اندرویدی که گذاشتم براتون روی ال دی پلیر بزنید، مثلا ال دی پلیرتون ازش کلون بگیرید. اینجا که میزنید کجا بود، اینجا مولتی ال دی پلیر، اینجا که میزنید میتونید از نسخه ال دی پلیرتون چند تا ال دی پلیر بسازید، برای هر کدومشون یه تلگرام بندازید، یه وی پی ان بندازید، و اونجوری انگار هر گوشی یه گوشی یه دونه بلوم روشه، برای اینکه خیالتون راحت تر باشه که بند نشید یا ربات شناخته نشید. در نتیجه هر نظری داشتین بنویسین، مثلا هر سوالی داشتین بپرسین، اگه نکته گنگی بود که فکر نمی‌کنم، یا اگه شما هم روشی داشتین که خیلی بهتر بود حتما بگین که اونم امتحانش کنیم، چون میگم این برنامه هر تاشون یه ای بی دارن یه خوبی هم دارن. اگه بپرسین من از کدوم استفاده می‌کنم، من از جفتشون استفاده می‌کنم، به این خاطر که برنامه اولی بمبارو می‌زنه هر از گاهی که این خوبه، طبیعی جلوش میده. برنامه دومم که میتونم تعیین کنم چقدر بزنه، چون برنامه اولی بعضی وقتا همه رو میزنه، بعضی وقتا نصفشون رو میزنه، میدونید دست شما نیست. برنامه دومی میتونید تعیین کنید که چقدر بزنه. من از هر دوشون استفاده میکنم، هر از گاهی هم با دست هم اگه تونستین بزنید و اکانت اصلیتون رو به هیچ وجه نزنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.